انجمن دفاع زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس برگزار کننده یادمان کسانی است که تاریخ از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یاد خواهد کرد. سخنرانی‌ها به روال فعالیت‌های انجمن سالی یک بار به زبان فرانسه برگزار می‌شود و در ابتدا بهروز عارفی می‌گوید: Les agents du ministère de l'information de la République islamique ont suivi sa politique d'élimination. از قتل دکتر کاظم سامی گرفته تا احمد تفضلی و سعیدی سیرجانی تا به امروز این فهرست طولانی ادامه داشته است، اما قتل‌های زنجیره‌ای با قتل پروانه و داریوش فروهر خشونت و سرعت بیشتری داشت. افسوس که مسببین واقعی معرفی نشدند و حالا هم به دنبال تقلب انتخاباتی تکرار خشونت را با مردم کوچه و بازار ناظر هستیم. محمود حموری که محمد جعفر پوینده را 3 سال پیش از انقلاب شناخته، گوشه هایی از نامه خطاب به خودش را می‌خواند و در پایان می‌گوید پیشنهاد کرده شهردار محله 11 پاریس پلاک یادواره‌ای را در ساختمانی که پوینده زندگی می‌کرده نصب کند. سخنران بعدی را حاضرین به خواسته خودش رفیق هانری صدا می‌کنند. او از حزب کمونیست آمده و می‌گوید ما در اینجا همبستگی‌مان را با دموکرات‌های ایران اعلام می‌کنیم. دولت احمدی نژاد روز به روز به انزوای بیشتر فرو خواهد رفت. رژیم کنونی انقلاب ایران را کشت. او می‌گوید مشکلات شما ایرانیان مشکلات ماست. و سپس سخنرانان یکی پس از دیگری خود را مدافع حقوق بشر و شهروندی با ایرانیان اعلام می‌کنند. در پایان از چند تن از حاضران پرسیدیم 22 سال پس از کشتار زندانیان سیاسی و 12 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای امسال چه تفاوتی را با گذشته می‌بینید؟ فرقی که برگزاری امسال با سالهای قبل داره اینه که این مراسم بعد از یک خیزش اخیر مردمی ما برگزار میکنیم که در اون توجه به این مسائل گذشته خیلی زیاد شده، به خاطر که نسل جدیدی هست که حتی جمهوری اسلامی رو ندیده و خبر نداره و این نسل جدید داره آشنا میشه که جمهوری اسلامی از ابتدای به وجود اومدنش با چه مسائلی روبرو بودن مردم. امسال 62 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، درست در شرایطی که ایران بیشترین نقض حقوق بشر در جهان داره و ما میبینیم در همین حال حاضر تعداد اعدامات، تعداد به اصطلاح سنگساری که مرتب احکام سنگسار و غیرزاره که هستش و این به نظر اهمیت ویژه برخورداره که امسال ما روی مسئله حقوق بشر در ایران بیش از سالهای قبل بکوبیم. در پایان اگر صدای تار و کمانچه در غم از دست رفته ها و زندانیان شنیده می شود، کریستیان جوان فرانسوی ترانه های مردمی و قدیمی فرانسه را می خواند و سروده از خیش را ارائه می دهد که معنای کلامش این است: زندگی هدیه غریبی است. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا. موسیقی